أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ما إلا أن في
رسول الله مدحي أعلى العلي
الجلال أول السطر باسم الله بدء القلق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وعن يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته قالت كنا نسمع أن آمنة رضي الله عنها لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما شعرت أني حملت ولا وجدت له ثقلا ولا ألما كما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضتي وأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة فقال لي هل شعرت أنك قد حملت فكأني أقول لا أدري فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها نبي الرحمة وذلك يوم الاثنين قالت فكان ذلك مما تيقن عندي الحمل فلما دنت ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد قالت فكنت أقول ذلك وأكرره مرارا قيل لما أراد الله عز وجل ظهور خير خلقه قيل لما أراد الله عز وجل ظهور خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أمر جبريل عليه السلام أن يقبض طينته من مكان قبره الكريم فقبضها ثم طاف بها جنات النعيم وغمسها في أنهار التسنيم فأقبل بها إلى ما بين يدي الله العلي العظيم ولها عرق يسيل فخلق الله من ذلك العرق نور كل نبي جليل فجميع الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم ثم أودعت تلك الطينة في ظهر آدم عليه السلام وألقي فيها النور الذي سبق فخره وتقادم فوقعت هنالك طوائف الملائكة المقربين سجدا لآدم عليه السلام ثم أخذ الله تعالى على آدم عليه السلام المواثيق والهدى حين أمر الملائكة له بالسجود ألا يودع ذلك النور إلا في أهل الكرم والجود المطهرين من الدنس والجحود ما زال ذلك النور يتنقل من ظهور الأخيار إلى بطون الأحرار حتى أوصلته يد الشرف والمكارم إلى عبد الله رضي الله عنه إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فلما آن أوان وفاء عهده طلع في الأكوان طالع سعده نشر علم الفتوة لظهور خاتم النبوة شخصت لعبد الله الأبصار وأشرقت عليه الأنوار وألبس ثوب الملاحة نطق بالبيان والفصاحة ناداه لسان المشيئة يا عبد الله رضي الله عنه ما يصلح كنزا لما حملت من الوديعة إلا أحشاء آمنة رضي الله عنها المنيعة المطهرة من الدنس والأكدار سيدة نساء بني النجار اجتمع شمله بشملها اتصل حبله بحبلها ظهر صفاء يقينها انطوت الأحشاء على جنينها
سطع نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جبينها أول سهر من شهور حملها أتاها في المنام آدم عليه السلام وأعلمها أنها حملت بأجل العالم الشهر الثاني أتاها في المنام إدريس عليه السلام فأخبرها بفخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقدره النفيس الشهر الثالث أتاها في المنام نوح عليه السلام وقال لها إنك قد حملت بصاحب النصر والفتوح الشهر الرابع أتاها في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام فذكر لها فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحله الجليل الشهر الخامس أتاها في المنام إسماعيل عليه السلام وبشرها أن ابنها صاحب المهابة والتبجيل الشهر السادس أتاها في المنام موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه العظيم الشهر السابع أتاها في المنام داود عليه السلام وأعلمها أنها حملت بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والكرم والجود الشهر الثامن أتاها في المنام سليمان عليه السلام فأخبرها أنها حملت بنبي آخر الزمان الشهر التاسع أتاها في المنام عيسى المسيح عليه السلام فقال لها إنك قد خصصت بمظهر الدين الصحيح واللسان الفصيح والنسب الصريح وكل واحد منهم يقول لها في نومها يا آمنة رضي الله عنها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما اشتد بها طلق النفاس ولم يعلم بها أحد من الناس بسطت أكف شكواها إلى من يعلم سرها ونجواها فإذا هي بآسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وجماعة من حور الحسان قد أضاء من جمالهن المكان فذهب عنها ما تجد من الأحزان صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب وخده متولد والنور صلي على النبي
نبي محمد منج الخلائق من جهنم في وادي ولد الذي لولاه ما ذكرت قبى أصلا ولا كان المحسب يقصده يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في وادي هذا الوافي بعهده هذا الذي من قده يا صاحي حصن أملد النبي محمد منج الخلائق من جهنم في وادي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد محمد منذ الخلائق من جهنم في وادي هذا الذي قالت ملائكة السماء هذا مالح الكون هذا أحمد يا ربي صلي على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في وادي إن كان معجز يوسف بقميصه تالله ذا المولود منه أزيد صلي على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في وادي أو كان إبراهيم أعطي رشده تالله ذا المولود منه أرشد صلي على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في وادي يا موليد المختار كم لك من ثناء ومدائح تعلو وذكري يوجد صلي على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غادي يا عاشقين تولاه في حبه هذا هو الحسن الجميل المفرد صلي على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في وادي ثم الصلاة على النبي وآله في كل يوم ماضي ويجدد صلي على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في
الصلاة والتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحم يا الله، مولد مجلس ني قبول أكني الله، نند حبيبا يا مت نبي وده بولد جوم محبكم لبكيان ولا كارنا ماي مجلس مجلس جنغلي لندني سيغري كني الله. പടച്ചവനെ ആയിരക്കണക്കായ പതിനായിരക്കണക്കായ ആളുകൾ ഈ മൗലിദിൽ ഈ സമയത്ത് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലുന്നു, ദുആഇന് അമീൻ പറയുന്നു. എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, എന്റെ മുത്ത് നബിയുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, ആ മുത്ത് നബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, ആ മുത്ത് നബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ, ചെറുതും വലുതുമായി ചെയ്തു കൂട്ടിയ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും മംഗളും മുത്ത് നബിയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹത്ത് കൊണ്ട് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുആഇന് ഒരുപാട് പതിനായിരക്കണക്കായ ആളുകൾ, പ്രായം ചെന്നവര്, കുട്ടികൾ, എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുന്നു. മുത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദുആഇ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുത്ത് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഒരുപാട് പേര് ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ സമയത്തും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഖൈറായതും നീ നൽകണേ അല്ലാ, ശർറായതൊക്കെ നീ തട്ടിക്കളയണേ അല്ലാ, ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ തുണയാകണേ അല്ലാ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, ജോലികൾ, ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ യാത്രകൾ, ഞങ്ങളുടെ തഴലുമേ, ഞങ്ങളുടെ തഴലിയുമേ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ, റാഹത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഈ സമയത്ത് ഈ ദുആഇന് ആമീൻ പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫയേകണേ അല്ലാ, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മഹാമാരി തന്നെ പിടിപെട്ട് പലരും പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ, ഉള്ള മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, മക്കൾക്ക് പഠനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി നേടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും ഹിഫ്ളും നൽകണേ അല്ലാ, എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ വീടില്ലാത്തവർ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷമുള്ള വീട് നൽകണേ അല്ലാ, ജീവിതത്തിലെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് സ്വന്തമായി റാഹത്തുള്ള ഒരു വീട് എന്നത്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും റാഹത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള സമാധാനമുള്ള വീട് നൽകണേ അല്ലാ, അതിനുള്ള നല്ല ഖൈറായ സന്തോഷമുള്ള വഴികൾ നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുറന്ന് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സവിധത്തിലേക്ക് നേരെ ചെന്ന് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് നേരിട്ട് സലാം പറയാനുള്ള അവസരം, അതിനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മഖ്ബൂലായ മബ്റൂറായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തിനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കള്, ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാർ, ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കൾ, ഇഷ്ടജനങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ആറടി മണ്ണിലാണ്, അവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. ഈ നല്ല മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവരെയും ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ നേതൃത്വം, ഞങ്ങളെ സദാത്തുക്കൾ, ഞങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർ, എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്തും ഹിമ്മത്തും നൽകി ഒരുപാട് കാലം ആ തണലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ സയ്യിദുമാർ, ഉലമാ, ഉമറാ, പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. ഈ നല്ല മജ്ലിസിന്റെ പുണ്യം ഈ സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെയും ഖബറുകളിലേക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ വരവുള്ള സന്തോഷമുള്ള ഖബറാക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ, അവസാനം കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളോടൊന്നിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജന്നത്തുൽ നഈമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് വാഹലിൽ കുബ്ബത്തിൽ ഹളറായി കുബ്ബത്തി സയ്യിദിൽ കൗനൈനി അഫ്ദല ഖുറത്തൽ ഐനൈനി മൽജവ മൻജവ മുർത്തഹൽ മുഷ്തഖി ഹിബ്ബ സഖലീനി അജ്മല ഖൈറൽ ഫരീഖൈനി ത്വാഹ വയാസിൻ വഹമിൻ നബിയുന ഉൻസുൽ ഗരീബീന അബ്യല മൗല സ്വാലിഹീന صلي وسلم عليه يا ربنا أزكى صلاة الله أدب ما نحمد يا الله حبا وشوقا يا رحمة العالمين جئناك صلى الله عليك سلم نور الله نرجو السعادات محو الشقاوات يا خير رسول الله عليك دائما صلى الله يا ربي سلمنا بحق سيدنا طه رسول الله أشرف خلق رسول الله آمين يا ربنا رب العالمين زد لنا حبنا إليه يا ربنا آتينا آرمب بوايا مت نبيود حضرت الجنتان ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഈ ഖല്ലാ